بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض بکنم خدمت شما دانش آموزان سال 11 شاهرخ آقاولی هستم، مدرس ریاضی. جلسه اول از ریاضی 11 رو میخوایم با هم دیگه استارت بزنیم، 11 تجربی. بی وقفه میخوام بحث رو شروع کنم و یه مقداری با سرعت زیاد انشاءالله که در واقع برای همه مفید فایده باشه. من اول از بچه ها سوال پرسم. خب میهمان کیه؟ میهمان کیه؟ میهمان بابا مریم سهیلی، ملیکا عبدی. آه چه خوب شد گفتی گودون ملیکا. ملیکا عبدی خب آشنایی ندارم. و دلارام و دلارام که دلارام فکر میکنم نجات زاره، درسته؟ گودون دلارام. خب زینب رحمانی، بله. یه میهمان دیگه هم وارد شد، میهمان بعدی. بچه ها اسم فامیلتون رو درست کنید من بتونم باهاتون در ارتباط باشم. خانم محدثه سوری. خب اوکی، خیلی خب بچه ها، با توجه به این که در واقع یه مدتی از مهر گذشته، من روال کار رو بهتون بگم. از این جلسه که داریم استارت میزنیم من شروع میکنم، مفاهیم رو اول با هم دیگه پیش میریم، کل مفاهیم رو میگیم، فصل اول رو یه مدالی میخوایم با سرعت برسیم به مدرسه حتما، و اما تست کجا حل میکنیم؟ تست و برنامهش رو حتما بهتون میگم. از همین امروز برنامهمون شروع میشه بدون وقفه. خواهشی که ازتون دارم اگر سر این کلاس دارید حاضر میشید، یه در واقع دو تا چهار تا به خودتون داشته باشید و سنگاتون به خودتون وابا کنید و بگید که آقا میخواید درس بخونید یا نمیخواید درس بخونید. چون معمولا کسی که سر کلاس من میاد مهم نیست تا الان ریاضی چجوری بوده، اصلا مهم نیست، چون همه رو از صفر میگم، اصلا مشکلی نداره. اما مهمه که از این بعد چی کار میکنی، این خیلی مهمه، چون اگر نتونی از این بعد با هم پیش بیای یه مداری شما اذیت خواهی شد. خب آقا جان لینک من دو محدثه داشتم لینک میفرستادم بهار. آها بهار داره میگه داشتم لینک میفرستادم. اوکی خیلی خوب آقا جان، بیا حالا ایشالله بقیه بچه ها هم اضافه میشن دیگه. بیا بریم شروع کنیم. اولین بحثی که داریم توی ریاضی 11 مربوط میشه به معادله خط، عرض از مبدأ، طول از مبدأ، شیب، فلان، مثال، اینجور حرفا. من یه مداری سری بگم اینا رو با هم دیگه یادآوری بکنیم. میگیم آقا معادله خط چی بود؟ ایگرگ مساوی با AX به علاوه B. حالا یا AX یا MX هیچ فرقی نمیکنه که ضریب X ما به شرطی که ایگرگ تنها باشه میشد شیب ما، به شرطی که ایگرگ تنها باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر داشتی 2Y مساوی با 3X به علاوه B، حالا اینجا باید چیکار میکردی برای اینکه شیب رو به دست بیاری؟ باید میگفتی من باید ضریب x هم فقط 1 باشه، پس همه رو تقسیم بر 1 میکنم. میگیم آقا مثلا y مساوی با 3/2x به علاوه b دوم. اصلا کاری b دومه ندارم، چون این بدبخت فقط عرض از مبدأ، هیچ دخلی توی شیب من نداره. اما اینجا شیب من شد چند؟ 3/2. آقا شیب رو فقط از این طریق میشه به دست آورد؟ نه، اگر داشته باشی AX به علاوه BY به علاوه C مساوی 0، منظورم اینه X و Y یه طرف باشن. اگر X و Y یه طرف باشن، تو میتونی M رو از رابطه منفی آبیوم هم به دست بیاری. فقط حواست باشه حتما X و Y جفتشون یه طرف باشن، چون اگر x اونور باشه دیگه این منفیه رو نداره. حالا یعنی چی داری میگی آقا ولی؟ نگاه کن، 2x به علاوه 3y منهای 1 مساوی 0. نگاه کن الان m اینجا میشه چی؟ ضریب x منفی a بیوم، یعنی برابر منفی این a، این b منفی 2/3. و سلام. خب این از این قسمت که فکر نمی کنم کسی سوال داشته باشه. بیمونم چیه؟ بیمونم همیشه عرض از مبدأ.
اینم یعنی عرض از مبدأ. الان توی این سوال عرض از مبدأ ما عرض از مبدأ ما چیه؟ منفی یک. حالا آقا عرض از مبدأ یعنی چی؟ شیب یعنی چی؟ ببین قشنگ گوش کن، یه سری مباحث ساده هستن که متاسفانه بچه ها چون اینا رو کاملا مفهومی و اصولی یاد نمیگیرن بعدا به مشکل میخورن. ببین آقا جون، شیب چیه؟ آقا این خط منه. ببین خط من از چپ به راست کشیده میشه، همیشه حرکت از چپ به راسته. یعنی اگر داره میگه شیب، یعنی این داره میره بالا یا داره میاد پایین یا مستقیمه. اگر رو به بالا باشه شیب من مثبته، اگر رو به بالا باشه شیب مثبته، یعنی سعودیه. اگر رو به پایین باشه شیب منفیه، یعنی نزولیه. اگر مستقیم باشه شیب صفره، چون نه بالا رفته نه پایین اومده و نه سعودیه نه نزولیه. و اما اگر عمود باشه، اینجوری باشه، توی این حالت شیب چنده؟ بگو بگو شیب چنده؟ بگو شیب چنده؟ همه بگن شیب چنده؟ یه میهمان داریم، میهمان اسم تو یادم رفت، میهمان کی بود خدایا؟ آها مریم سهیلی، درست گفتم دیگه؟ بله مریم سهیلی و بقیه هم فاطمه بهار. خب اوکی، ببین نگاه کن، وقتی که مریم گوش کن، وقتی خط صافه شیبمون صفره. چرا خط صاف شیبش صفره؟ برای اینکه نه بالا میره نه پایین میره، درست شد؟ تو جاده که صاف داری حرکت میکنی، هیچ شیبی نداره، صافه صاف داری میری. اما این حالته چیه؟ این حالته چیه؟ این سقوط آزاده، بری بالا پشت بون دوب خودت بندازی پایین، یعنی که این اینجوری مستقیم بیاد پایین. خب این حالت شیبش چیه؟ اصطلاحاً میگیم تعریف نشده. اما بدونید که شیب توی بی نهایت حد خودشه، یعنی تو بیشترین حالت ممکنه، درست شد؟ پس این شیب بهش میگن تعریف نشده. اما بدونید، حالا میریم جلوتر راجع به بی نهایت بیشتر آشنا میشید که آقا عدد به روی صفر تا الان تعریف نشده است، ولی همین امثال یاد میگیرید که بهش میگن بی نهایت. خب اینا تا اینجا. اما عرض از مبدأ چیه؟ عرض از مبدأ چیه؟ بچه ها عرض از مبدأ یعنی اگر این خط منه، این خط تو چه نوع، ببین میگن عرض از مبدأ، اگر این دو باشه این منفی سه باشه، میگه عرض از مبدأ. مبدأ اینجاست دیگه، میگه عرضش، عرض این محور عرض مگه نی؟ نگاه کنید خیلی مفاهیم ساده ایه، این محور طوله، یعنی همون ایکس، یعنی همون ایگری. میگه عرض از مبدأ اینجا چنده؟ دو. محور عرضها از مبدأ، پس یعنی محل برخورد با محور ایگری بهش میگن عرض از مبدأ. شما به من بگید الان عرض از مبدأ من دوه، شما به من بگید طول از مبدأ چنده؟ طول از مبدأ چنده؟ مریم کجا رفتی؟ مریم سهیلی برگرد سر کلاس. مرسی، مرسی به همه، مرسی. منفی سه. آقا به این میگن طول از مبدأ. آقا موقعی که عرض از مبدأ رو میخوای به دست بیاری، این نقطه مختصاتش چیه؟ صفر و دوه. این نقطه مختصاتش چیه؟ منفی سه و صفره. خب
به خاطر همینه که تو اگر خواستی ارز از مبدأ به دست بیاری باید x مساوی 0 بذاری. نگاه کن چون x 0 و اگر خواستی طول از مبدأ به دست بیاری باید y مساوی 0 قرار بدی. چرا؟ چون y 0. اوکی شد. محل برخورد با محور x جاییه که y ما 0 باشه. بچه ها همین نکات ساده است که الان میریم میخواییم تست بزنیم، حالا یا این جلسه بعدی میخواییم تست بزنیم، میبینیم آقا همین ها رو داریم استفاده میکنیم، همین نکات ساده. خب اما دوتا نکته دیگه راجع به شیب که بلدید 100% اصلا شک ندارم، این که آقا m برابر با y2 منهای y1 تقسیم بر x2 منهای x1، تفاضل y ها به روی تفاضل در واقع x ها، و یا اینکه m برابر با تانژانت آلفا. یعنی چی تانژانت آلفا داری میگی آقا ولی؟ یعنی اینکه اگر این خط ما هستش، اگر این خط ما هستش میشه زاویه‌ای که این آلفا ما چیه؟ چی شد؟ آلفا چیه؟ آلفا زاویه با محور x، با جهت مثبت محور x، با جهت مثبت محور x. یعنی اینکه آقا این محور x جهت مثبتش، به این میگن آلفا. آقا بله اگر اینجا بود چی؟ خب بابا بیا اینها یه دونه خط بکش، به این میگن آلفا، هیچ فرقی نداره. پس تانژانت این زاویه رو بگیری در واقع ما شیب رو میده. تا اینجا سوال؟ سوالی نیست تا اینجا؟ مینا سلام، چرا دیر آمدی؟ بهار قاسمی خوش آمدی و سلام. خب بقیه هم که هیچ عکس عملی نشون نمیدن دیگه، دو نفر سوال ندارم، بقیه بریم جلوتر ببینیم چی میشه. آها مرسی. خب اما توی همین بچه ها بحث در واقع شیب خط یه موضوع مهم دیگه هم وجود داره که این موضوع خیلی اهمیت داره. شما قبلا اینو خوندی، سال نهم اینو خوندید، اما خیلی خیلی اهمیت داره و اون چیه؟ اونم حالات دو خط نسبت به هم دیگه است. حالات دو خط نسبت به هم دیگه و چه رابطه های این وسط هستش. ببین آقا جون، این یه خط، اینم یه خط، این دوتا خط تو اولین حالت میتونن با همدیگه موازی باشند. موازی باشند یعنی m1 مساوی m2. حالت بعدی، این دوتا خط با همدیگه موازی نیستند، یعنی m1 مساوی m2 نیست، میشه متقاطع. اما حالت بعدی حالت خاصی از متقاطع بودنه، در واقع میشه عمود. میگیم وقتی عموده اگر شیب اولی باشه 2، شیب دومی باید باشه چی؟ معکوس و قرینه. یعنی هم معکوسش کن هم قرینش کن، منفی 1/2. از دل این حرفی که ما الان زدیم رابطه به دست میاد. یعنی چی؟ میگیم آقا m1 ضرب در m2 مساوی با منفی 1. خب هنر کردی،
هر چیزی رو ضرب در معکوس قرینش کنی میشه منفی یک دیگه. پس اگر بهت گفت دو خط زیر با هم دیگه عمودند، مقدار ام رو پیدا کن، یعنی شیباشون رو به دست بیار، تو هم دیگه ضرب کنی میشه چی؟ منفی یک. باید بشه منفی یک. حالا ام رو به دست میاری، میریم الان مثالاشو حل میکنیم. و یا یه دونه نکته دیگه هم وجود داره که آقا گفتم دیگه ام یک دو باشه، ام دو هم مساوی منفی یک دوم. و سلام همین. تا اینجا سوال؟ سوال ندارید؟ چرا نمیره بعدی؟ خیلی خوب. حالا خیلی ساده میگه معادله خطی بنویسید. من این جزوه رو قبلا حل کردم براتون. خب چند تاشو حل میکنم، الباقیشو میفرستم. کجا حل کردم؟ توی فیلم های قبلی برید سرچ کنید هست. اما میخوام براتون یه سریاشو به عنوان تکلیف بهتون بدم حل کنید که برام از همین امروز تکالیفو ارسال کنید. اما بعضیاشو به عنوان مثال دوباره حل میکنم. معادله خطی بنویسید که از نقطه منفی 3 و 2 گذشته و نقطه تلاقی دو خط معادله فلان و فلان بگذرد. آقا جون ببین، برای نوشتن معادله خط گوش کن ببین، هنوز که هنوزه، بعد از یک ماهی که گذشته، تقریبا یک ماهی که گذشته، همچنان دارن بچه‌ها میپرسن معادله، یعنی سوالاتی که میپرسن برمیگرده به این که معادله خط رو چجوری بنویسی. قشنگ دو تا دونه بهت، دو تا کلمه بهت میگم. ببین معادله خط، شما برای نوشتن معادله خط به دو تا چیز نیاز داری، فقط دو تا چیز، یه دونه نقطه، یه دونه شیب. شما توی نوشتن معادله خط فقط به دو تا چیز نیاز داری، یه دونه نقطه، یه دونه شیب. حالا یه زمانی هست شیبت رو به دو حالت میتونی به دست بیاری، یا اینکه دو تا نقطه بهت داده، یا اینکه یه خط بهت داده، هیچ فرقی نمیکنه. مثال معادله خطی بنویسید که از نقطه آ به طول 2 گذشته و با خط x به علاوه 2y مساوی منفی 1 موازی باشد. سریع معادله خطشو بگید. میهمان ها دو تا شدن بچه ها، اسمتونو بگید. نه ملیکا اسم شما رو دارم، ملیکا عبدی اسم شما رو دارم. فاطمه شعبانی اگر اشتباه نکنم، آره شبایی، خب شعبانی. اوکی. مریم، اوکی میدونستم، مریم سهیلی میدونستم. خب جواب چی شد؟ فقط فاطمه فرستاد؟ دیگه بقیه بلد نیستن یعنی الان معادله اینو بنویسن؟ ایوه ناس، منفی 3x منهای 3. خب بقیه یا
یک سال بعد آقا معادلش بگید. صبح شد. خب بقیه چی؟ مگه سینما اومدی بدون خودکار و کاغذ؟ دفترتو بذار جلوت، خودکاری چیزی؟ آی من شما ها رو نبینم تو آموزشگاه. خب بهار قاسمی، زینب رحمانی، ملیکا، مریم سهیلی، میهمانا دوتا نفهم کدومشون مریم و کدومشون فاطمه است. خب ماشاءالله، بریم آقا، بریم حل کنم، بریم حل کنم. به معادله خطی بنویسید که از نقطه آ به طول این گذشته، وقتی میگه طولش دوه یعنی عرضش صفره، این نقطه مون، و با این خط موازی باشه. وقتی میگه موازی باشه یعنی شیبش با این برابره. شیب این چی میشه؟ ایکس و ایگرگ یه طرفن، پس شیب برابره با منفی 3/2 ضریب ایکس تقسیم بر ضریب ایگرگ. خب حالا میگم آقا اینم که نقطه، معادله خط ایگرگ منهای ایگرگ صفر مساوی ام در ایکس منهای ایکس صفر. ایکس صفر و ایگرگ صفرمون چیه؟ ایناست. خب ایگرگ منهای ایگرگ صفر، صفر مساوی منفی 3/2 در ایکس منهای ایکس صفر که 2. خب ایگرگ مساوی منفی 3/2 این تو اینا ضرب میشه ایکس، منفی 3/2 ضرب در 2 هم میشه، میشه به علاوه 3. منفی 3/2 ایکس به علاوه 3. مرسی فاطمه، مرسی از سرعت عملت، مرسی. کسی سوال نداره؟ همه متوجه شدن؟ فاطمه چند تا سوال تا حالا از هندسه تحلیلی حل کردی؟ تعداد دستت در رفته؟ خب اوکی، بچه هایی که الان سر کلاس هستن دقت داشته باشید که اینجا هم ما سوال زیاد حل میکنیم. حالا فاطمه از در واقع دانش آموزایی هستش که جای دیگه هم میاد پیش من. خب بریم آقا سوال بعدی. هیچ کسیش عکس عملی نشون نداد که ما فهمیدیم نفر. آقا هر کس متوجه شده اون دو معروف منو بفرسته، عدد دو رو برای من بفرسته. دو 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 میهمان آمنو. آمنو رو از کجا شنیدی تو؟ خب اوکی بریم بعدی، بریم بعدی. آها حل. سوال بعدی، مجموع شیب و عرض از مبدأ خط گذرنده از نقطه آ به مختصات 1 و 2 و موازی، نه چرا موازی، و عمود بر خط
ایگرگ مساوی منفی 3x به علاوه 4 را به دست آورید. سریع حلش کن. سریع حلش کن. بودو بودو بودو. بله دیگه، اول ببین یا کن گفته مجموعه، گفته مجموعه چیا رو میخواد؟ شیبو میخواد، شیبو میخواد و عرض از مبدا رو میخواد. خب شیب و عرض از مبدا رو از کجا میتونی به دست بیاری؟ میگه خط گذرنده از این نقطه و عمود بر این نقطه، یعنی یه معادله خطی باید بنویسی که اولا این باشه، این معادله خط رو باید بنویسی و بعد بیای شیب و عرض از مبدأش رو با هم دیگه جمع کنی و جوابو بگی. 13 سوم، این دو تا میهمان عزیز هر دفعه که مینویسید اسمتون هم بنویسید من بفهمم کی داره الان پاسخ میده. اما اسم کوچیکتون هم بنویسید کافیه. حل الان مریم سهیلی 13 سوم گفته. خب نمیدونم 13 سوم میشه یا نمیشه، الان با حل کنم دیگه. دلارام و نیوشا کجایید؟ نیوشا هم تازه به جمع پیوسته. بیا 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 اینجا، بیا با هم حل کنیم. خب زینب هم میگه 13 سوم. اوکی بریم حل کنیم، ایشالله که همه درست به دست آوردن. آقا جون خط گذرنده از این نقطه، این نقطه رو داریم و عمود بر این، عمود بر این یعنی شیبش رو، شیب چیه؟ M1 مساوی منفی 3، پس تو حالت عمود میشه M2 مساوی 1/3، هم معکوس میشه هم قرینه میشه، شد 1/3. این شیب رو دارم، نقطه رو هم دارم، پس بریم Y منای Y0 مساوی M در X منای X0. ایگرگ منهای ایگرگ صفرمون چنده؟ 2. یه ام چنده؟ 1/3. ایکس منهای ایکس صفر چنده؟ 1. ایگرگ مساوی 1/3 ایکس منهای، این داره تو اینا ضرب میشه، 1/3 به علاوه 2، یعنی ایگرگ مساوی با 1/3 ایکس منفی 1/3 به علاوه 2 میشه چند؟ 5/3. حالا درسته بچه شما اشتباه کردید دیگه، درسته یا نه؟ ما اشتباه کردیم. اینجا شد 1/3 منفی 1/3 به علاوه 2 6 تا منا 5/3، درسته. پس جمع این دوتا با هم دیگه میشه چی؟ 1/3 به علاوه 5/3 مساوی با 2. وای دیدی چی شد؟ دیدی؟ یعنی اگر گزینه های تست بود 13/3، خب اوکی متوجه نشدی فدای سر، یه بار دیگه توضیح میدم اشکال نداره که.
ببین ما باید اول معادله اینو بنویسیم. معادله این چیه؟ از این نقطه گذشته عمود باشه بر این، یعنی شیب اینو پیدا کن، شیبش منفی 3. چرا منفی 3؟ چون که ایگرگ ما ضریب نداره. خب پس ضریبش 1 میشه منفی 3. عمودش که کردیم یعنی هم معکوس کردیم هم قرینه کردیم، میشه معکوس و قرینش میشه 1/3. حالا میای معادله خط مینویسیم. معادله خط هم که همیشه از این فرمول استفاده میکنیم، درسته؟ ایگرگ منهای ایگرگ 0 ام در ایکس منهای ایکس 0. ایکس 0 و ایگرگ 0 اینان، ببین این ایگرگ 0 اینم ایکس 0، درست شد؟ ایگرگ 0 من 2 ام 1/3 اینجا ام 2، ایکس منهای ایکس 0، ایکس 0 منم 1. حالا 1/3 رو تو جفت اینا ضرب میکنم میشه 1/3 1/3 ایکس منهای 1/3. این دو هم از این ور میبرم اون ور میشه به علاوه 2. منفی 1/3 به علاوه 2 میشه مثبت 5/3. حالا معادله خط هم به دست اومد، گفته بود مجموع شیب و عرض از مبدا، این شیبه اینم عرض از مبدا، 1/3 و 5/3 رو با هم دیگه جمع کنی میشه 6/3، یعنی 2. understand؟ چرا ضرب در 3 کردی؟ خب ضرب در 3 هم کنی اتفاقی نمیافته که، خب ضرب در 3 کنی فاطمه توی معادله، ما وقتی میخوایم معادله حل کنیم ضرب در 3 میکنیم، نه اینکه میخوایم معادله خط رو بنویسیم. اینجا معادله خط نوشتن همیشه ضریب ایگرگت باید 1 باشه. تو اگه ضرب در 3 کنی که اینجا برای ایگرگ ضریب به دست میاری که. متوجه شدی؟ یه لحظه اوست ایکسمون چی شد؟ دستت ببر بالا، من سوالتو درست ازم بپرس. مهمان دستشو برده بالا. میکروفونت بس کن. میکروفون، آی میکروفون. یه بار دیگه بس کنید دارش. خب ببین من توضیح میدم. من ببین اینو باید بری تو تنظیمات سایتت سمت راست بالا. خب این تنظیم اگه با لپتاپی تنظیمات رو بزن، سایت سیتینگ، توی سیتینگ بعد میری سایت سیتینگ بعد میری میکروفون، اونجا تنظیمات میکروفون تو درست میکنی. ببین حالا من یه توضیح میدم، امیدوارم که فهمیده باشم منظور سوال تو. یه لحظه پلیز، یه لحظه ببینید بچه ها، ببینید نکته ای که وجود داره. ببینید ما اینجا، من فکر میکنم شما داری میپرسی که ما ایکسمون چند شد، نمیدونم. ما اینجا ایکس به دست نمیاریم، گفته چی؟ مجموع شیب و عرض از مبدا. شیب و عرض از مبدا تو چی هست؟ تو معادله خط هست، درست شد؟ پس من باید چی بنویسم؟ معادله خط بنویسم. برای چی باید معادله خط بنویسم؟ برای این از نقطه آ بگذره و عمود بر این خط باشه. برای این من باید معادله خط بنویسم. معادله خطش رو نوشتم. معادله خطش کو این. تا معادله خط نوشتن کسی سوال داره که من چجوری معادله خط رو نوشتم؟ همه جواب بدن، همه. خب آقا معادله خط تو هر کس سوال داره بپرسه. این معادله خط به دست اومده، هر کس سوال داره بپرسه. هر کس هم نه بگه نه که من اوکی بشم.
ما الان اینجا آها آها خب پس همه اوکی ان الان ما دو تا مهمان داریم آها اوکی 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 همه اوکی ان خب آقا معادله خط این شد. حالا معادله خط ما این چیه؟ این شیب ماه، این چیه؟ اینم عرض از مبدأ. گفته مجموع شیب و عرض از مبدأ چنده؟ یعنی این دوتا رو با هم دیگه جمع کن، همین یک سوم به علاوه پنج سوم میشه دو. الان افتاد ببین ما اومدیم شیب رو با عرض از مبدأ جمع کردیم، یک سوم به علاوه یه پنج سوم میشه شیش سوم، یعنی دو. من فکر میکنم بچه ها چیز شد نه اینجا نه خیلی خب بریم سوال بعدی. بریم سوال بعدی، سوال 95 داخل. سوال 95 داخل. عرض از مبدأ خط گذرا بر نقطه 5 و منفی 1 و عمود بر خط دو ایگرگ به علاوه ایکس مساوی 1 کدام است؟ ایکس مساوی 2x به علاوه 1 ایکس ایگرگ مساوی 2x به علاوه 1. بچه ها معادلش ایگرگ مساوی 2x به علاوه 1. گزینه ها یک و نیم دو یک و نیم دو دو سریع بزن تست بزن گزینه شو بگو گزینه شو بگو داخل 95 البته یه نکته بگم ما برای جلسه بعدی جزوه رو داریم اینجا امروز مشکلی وجود داشت که جزوه نبود گزینه رو بگو حل نشد چی شد پس؟ بچه صدای منو دارید؟ یه عکس العملی چیزی؟ آها یه لحظه اوکی خیلی خوب حداقل
گزینه دو میگه سوالش غلطه. میدونم. اصلا کلن کنکور غلطه. میدونم. خب بله فاطمه درست. خب بیا اینجا. الان فکر کردی چی؟ الان مثلا فکر کردی مغز و اعصاب دانشگاه شهید بهشتی الان قبول شدی؟ صبر کن بابا، مونده الان فاطمه. خب بیا اینجا 1.5. خب اگه دو فاطمه خب ببینی آکن، عرض از مبدأ خط گذرا از این و عمود بر این کدام است؟ یعنی آقا معادله خط اینو بنویس، معادله خطش رو بنویس عمود باشه، یعنی شیب اینو به دست بیار، ام برابر با دوه، پس ام پریم یا ام دو برابر با منفی 1/2. درست شد؟ حالا میگیم ایگرگ منهای ایگرگ صفر مساوی ام در ایکس منهای ایکس صفر. ایگرگ منهای ایگرگ صفر چیه؟ ایگرگ صفر اینه، ایکس صفر هم اینه. ایگرگ صفر منفی 1، پس میشه به علاوه 1 مساوی ام دو. ام دو چیه؟ منفی 1/2. منفی 1/2 در ایکس منهای ایکس صفر. ایکس صفرمون هم چنده؟ 5. ایگرگ مساویه منفی 1/2 ایکس به علاوه 5/2 منهای 1. خب میشه چی؟ ایگرگ مساویه منفی 1/2 ایکس به علاوه 5/2 منهای 2/2 میشه 3/2. 3/2 هم یعنی 1.5. و سلام. درسته مریم درسته. آفرین مریم. سوالی ندارید؟ درستش میکنم الان. خب خیلی خوب، اینم از این. بریم مبحث بعدی. بحث بعدی که داریم میشه فاصله دو نقطه از همدیگه. فاصله دو نقطه از همدیگه یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من یه نقطه اینجا دارم، یه نقطه هم اینجا دارم، این فاصله رو میخوام اندازه بگیرم. اندازه این فاصله برابر با آقا جون، اندازه آبی برابر با x2 منهای x1 به توان 2 به علاوه y2 منهای y1 به توان 2، یا xb منهای xa به توان 2 به علاوه yb منهای ya به توان 2. خب خیلی ساده است دیگه، خیلی ساده است اما خیلی کاربردیه، واقعا خیلی جا به درتون میخوره. کجا به درتون میخوره؟ اون قسمت هایی که در واقع مثل همین سوال دو تا رأس یه مربع رو بهت میده، میگه محیط مساحتش رو به دست بیار. درست شد؟ اما این مثال بمونه برای خودتون که حلش کنید. با اجازهتون من میرم این ور یه مثال من میزنم. میگم اگر نقطه آ باشه مثلا منفی 1 و 3، نقطه B هم باشه مختصات 0 و 5، شما فاصله آبی میشه چی؟ آبی برابر با رادیکال
x2 منهای x1 اینو میگیریم دومی، اینو میگیریم اولی. آقا صفر منهای منفی 1 به توان 2 به علاوه 5 منهای 3 برابر با این که میشه، این که میشه 1 به توان 2 هم 1 به علاوه 5 منهای 3 هم میشه 2 به توان 2 هم میشه 4، میشه رادیکال 5. حواست جمع باشه ما همیشه اندازه رو داخل قدر مطلق میذاریم. برای چی؟ برای اینکه هیچ وقت اندازه منفی نمیشه، اندازه هیچ وقت منفی نمیشه. خب این از این قسمت. اما بحث بعدی که وجود داره، میریم جلوتر بعد سوالای تلفیقی با هم دیگه حل میکنیم. بحث بعدی که وجود داره بچه، اگر ما همین دوتا نقطه رو داشته باشیم، این نقطه A، این نقطه B، میگه وسط این دوتا رو به من بگو. وسط این دوتا مثلا میگیم نقطه M. خب ببین این خیلی سخته، این خیلی سخته، گوش کن اینو قشنگ یاد بگیر. سختیش چیه؟ سختیش اینه که تو وسط اینو میخوای به دست بیاری، باید اینو به علاوه این کنی، تقسیم بر 2 کنی. یعنی x رو میخوای به دست بیاری، میگی x m برابر با x a به علاوه x b تقسیم بر 2. اصلا نمیره آدم بخواد اینو حل کنه. y رو میخوای به دست بیاری، y m برابر با y a به علاوه y b تقسیم بر 2. اوکیه؟ همه اوکی هن دیگه؟ بچه یه اعلام حضور کنید. خب اوکی اوکی اوکی. خب بهار میگه من خیلی خوب متوجه نشدم. کجا رو متوجه نشدی؟ اندازه رو متوجه نشدی یا ام رو متوجه نشدی؟ تخته نیست، صبر کنید. صبر کنید بچه، بذارید من تخته رو درست کنم. خب بچه صدای منو دارید؟ خیلی خوب. بهار بگو کجا رو متوجه نشدی؟ ام رو متوجه نشدی یا اندازه رو؟ ام رو. خیلی خوب. ببین برای به دست آوردن وسط این پار خطه، ما اولی و آخری رو با هم دیگه جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم. یعنی چی؟ الان بهت میگم متوجه میشی. آقا این اینه، نگاه کن، این نقطه مثلا چنده؟ منفی 3 و 2. این نقطه هم هستش مثلا 7 و 6. خب
میگه آقا مرکز وسط پاره خط آ و بی را به دست بیار. میگم آقا وسطش رو من اسمش رو میذارم ام. خب مختصات ام میشه آقا ایکس اینو با این جمع کن تقسیم بر دو کن، منفی 3 به علاوه 7 تقسیم بر 2 و ایگرگاش هم با هم دیگه جمع کن تقسیم بر 2 کن، 2 به علاوه 6 تقسیم بر 2. یعنی مختصات نقطه ام شد چی؟ این میشه 4 دوم یعنی 2، این هم میشه 8 دوم یعنی 4. الان متوجه شدی؟ این شد مختصات نقطه ام. خیلی خوب، حله. تا ساعت 4 بچه ها. خب این از این. خب حالا آقا همیشه نمیگه وسطشو به دست بیار بچه ها، این خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه ها. توی مثلث ها مخصوصا بهتون میگم معادله عمود منصفه مثلث به دست بیار. مثلا داستان میشه دقیقا باید نصفش کنی بعد عمود بینه پیدا کنی بعد معادله اون عمود رو بنویسی. حالا میره مثال زیاد حل میکنیم، تست زیاد با هم دیگه حل میکنیم، اما همین رو خب به یه طریق دیگه بهت میگن. میگه قرینه یه نقطه، ببین گوش کن، قرینه یک نقطه نسبت به نقطه دیگر، قرینه یک نقطه نسبت به نقطه دیگر. ببین عزیز من، مگه ما نگفتیم که گوش کن، مگه ما نگفتیم این آ این بی این میشه ام وسطش؟ اگر به ما بگه قرینه آ نسبت به بی نسبت به ام، خوب گوش کن اینجا ببین، قرینه آ نسبت به ام یعنی آ نسبت به ام، قرینه آ نسبت به ام خب برابر با بی دیگه، غیر از این که نیستش که. قرینه آ نسبت به ام برابر بیه، خب اینو نسبت به این قرینه کنه این میشه دیگه. ما یه فرمول داشتیم اینجا که الان بالا بهت گفتم ام برابر آ به علاوه بی تقسیم بر 2. خب این فرموله چی بود؟ این میخواستی وسطش رو میخواستی به دست بیاری از همین استفاده میکردی. حالا قرینش رو میخوای به دست بیاری بازم از همین استفاده کن. اصلا فرمول جدید کی به تو گفته یاد بگیری؟ بازم همین استفاده کن. ببین نگاه کن، الان اینجا ام رو نداشتی تو اون قبلیه، تو این قبلیه نیا کن، اینجا ام رو نداشتی، خب رفتی ام رو به دست آوردی. حالا تو بعدیه ام رو بهت داده بی رو نداده، میریم بی رو به دست میاریم. این منفی 3 و 2 2 و 4. سوال چی میگه؟ قرینه نقطه منفی 3 و 2 نسبت به نقطه 2 و 4 را بیابید. قرینه نقطه منفی 3 و 2 نسبت به نقطه 2 و 4 را بیابید. خب آقا من فرض میکنم این آه، اینم امه. خب من آ رو دارم، ام رو دارم، چی رو میخوام؟ بی رو میخوام. بریم جایگزین کنیم. تا اینجا مفاهیم رو همه متوجه شدند یا نه؟ خیلی خوب. ببین الان اینو بخوای قرینش کنی، خب ببین وقتی بی مجهول باشه به این مخرج بدی طرف وسطه میشه دیگه، میشه 2m مساوی آ به علاوه بی. خب من بی رو میخوام. وقتی بی رو میخوام میگم چی؟ بی برابره این آ میره اینور، میشه 2m منهای آ. قبوله؟ مگه این آ نیست؟ مگه اینم ام نیست؟ پس میگم بی برابره با 2 ضرب در ام 2 و 4 منهای آ. آ چیه؟ منفی 3 و 2. آقا جان، عزیز جان، ببین اینجا رو نگاه کن، بی برابره 2 دوتا
چهار تا، دو چهار تا، هشت تا، چهار و هشت، منهای منفی سه و دو، بی برابره با چهار منهای سه میشه هفت، هشت منهای دو میشه شیش، بی من میشه هفت و شیش، بی من شد هفت و شیش. نگاه کن هفت و شیشو، بی من شد هفت و شیش. پس آقا به دو صورت سوال بهت میدن، یه موقع میگه مرکز یا وسط پاره خط آبی رو به دست بیار، یعنی توی این فرموله توی این اینجا الان M مجهوله، خب اما یه موقعی هستش میاد بهت میگه قرینه A نسبت به M رو به دست بیار، قرینه نقطه فلان نسبت به نقطه فلان رو به دست بیار، یعنی اینجا چی مجهوله؟ اینجا دیگه B مجهوله. حالا که B مجهوله میام B رو نگه میدارم، دو M منهای A میشه، برمیدارم ضرب میکنم میشه همون هفت و شیش. اگر متوجه شدی یه دو برای من بفرست. چرا پشت ام دو گذاشتم؟ اینا طرف وسط این دو ام مساوی آی به علاوه بی ضرب داره یک. خدا رو شکر محدثه کجایی؟ محدثه نه قطع میشه، میره تلگرام، اینستا، واتساپ، کجایی؟ خب اینم از این اومد بچه ها. محدثه کجا بودی؟ نه نزنش، بذار باشه. خوبی بابا؟ محدثه خوبی؟ اوکی؟ آه نتت ضعیفه، هی قطع و میبینم اینجا هی قطع میشی دوباره بس میشه. هی دقیقا اوکی. خیلی خوب، شما رو با این مثال ها برای جلسه آینده تنها میذارم، اینا رو باید همه رو حل کنید. البته اینا مطلب گفتید چی؟ مطلب گفتید؟ آره مطلب داشتم میگفتم دیگه، ما داریم اینجا درس میدیم، منظور چیه مطلب گفتید؟ ما به خدا اینجا درس میدیم، هر حرف خاصی نمیزنیم. اینا رو گفتم بودی اینا رو؟ محدثه بابا. خب اوکی دیگه، ببین گفتم اینم نبودی، این تیکرم نبودی، خیلی خب همینه اوکی. وقتی اینو بودی ما گفتیم اینجا ام رو بهت داد، ام رو ازت میخواست، آبی رو داده بود، تو سوال بعدی اومدیم یه مثال حل کردیم، گفتیم آ و ام رو داده، بی رو میخواد. حالا توی همین فرموله این دفعه بی رو به دست میاری که اومدیم طرف وسط این کردیم، بعد بی مجهول بود، آ رو بردم اونور شد بی مساوی دوم منهای آ، بعد جایگزین کردم و مختصات بی رو به دست آوردم. حالا دوباره فیلم رو نگاه کن که اوکی بشه. خب ببین آقا جون، بحث بعدی که وجود داره بحث فاصله نقطه از خطه. فاصله نقطه از خط، بچه ببینید وقتی ما یه خط داشته باشیم، این خط ما، خب یه نقطه هر جا که میخواد باشه باشه، اصلا مهم نیست، این نقطه فاصلهش تا این خطه، فقط این مهمه. گوش کن، فاصله نقطه از خط میتونه این باشه، میتونه این باشه،
میتونه این باشه، درست دارم میگم یا نه؟ ببین عزیز جان، فاصله نقطه از خط فقط خطیه که به این عمود باشه انشالله. عمود باشه انشالله، بله. پس به این میگن فاصله نقطه از خط. این فاصله نیستا، دارم میگم ها، حالا میریم فردا تست میزنیم همینو به دست میاره فاصله. پس فاصله میشه خطی که عموده به این خط. این فاصله رو به دست میاریم. چجوری به دست میاد؟ دی برابر با رابطه ای که وجود داره اینه که AX0 به علاوه به Y0 به علاوه C به روی رادیکال A2 به علاوه B2. یعنی چی آقا؟ چی داری میگی؟ خب برای ما یه توضیح مثالی چیزی چشم باشه، چرا میزنی؟ میگه که فاصله نقطه آب مختصات 3 و منفی 2 را از خط 2y به علاوه 3x منهای 1 مساوی 0 به دست آورید. ما گفتیم که آقا فاصله رو با این فرموله می سنجن. خب یعنی چی؟ بیا اینا رو قشنگ جایگزین کن. یعنی این که آقا الان این چیه؟ ما اینو میگیم چی؟ ما میگیم AX AX به علاوه BY به علاوه C مساوی 0، ضریب X میشه A، پس این A، ضریب Y میشه B، پس این Bه، این عدد تنها هم Cه. اینو میگیم X 0، اینم میگیم Y 0. حالا میریم جایگزین میکنیم، جواب میشه 1. خب حل میکنیم ببینیم 1 شد یا نه، فقط کافی اشتباه به دست بیاریم. خب A X 0 A چنده؟ 3. X 0 چنده؟ 3. به علاوه B چنده؟ 2. Y 0 چنده؟ منفی 2. به علاوه سی چنده؟ منفی 1. به روی رادیکال آ دو. آ چنده؟ 3. 3 به توان 2 به علاوه بی 2 2 به توان 2. فاطمه کشتمت، فاطمه کشتمت، دعا کن که کرونا پا برجا باشه خدایی نکرده و تو من تو رو نبینمت. 3 ستا میشه 9 تا، 2 دوتا میشه منفی 4 تا، چون این منفی داره، یه منهای 1 هم داره، پس میشه منهای 5، این میشه منفی 5، 9 منهای 5 هم میشه 4. 3 ستا میشه 9 تا، 2 دوتا میشه 4 تا، میشه 4 به روی رادیکال 13. 4 به روی رادیکال 13. آخ آخ دارم برای عجله میکنی تو تست دادن. آره خب اوکی. سوال بچه ها سوال دارید بپرسید؟ کسی سوال نداره؟ همه متوجه شدن؟ آقا هر کس متوجه شده یه بله به من بگه اینجا. خب بله مهرم سوهلی، مرسی مرسی مرسی. من فقط همون جایی که نبودم و نفهمیدم. کجا رو نبودی محدثه؟ آها توی اون قرینه. اوکی بهت میگم حالا. بله 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 خیلی خوب باش.
خدا رو شکر. یه نکته تو جزوه نوشتم این که آقا مهمترین جاهایی که از فرمول فاصله نقطه از خط استفاده میشه یه دونه محاسبه طول ضلع مربع و مستطیله که خیلی استفاده میشه، خیلی استفاده میشه. محاسبه طول ارتفاع مثلث و محاسبه شعاع دایره به کمک مرکز و یک خط مماس بر دایره خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. تستاشو براتون میفرستم حل میکنید، برای جلسه آینده من حلش میکنم. ببین یعنی چی این آخر یکی داره بهت میگه، یعنی چیش رو من فقط بهت بگم. میگه آقا جون، میگه آقا جون، این مرکز او، خب میگه شعاع محاسبه شعاع دایره به کمک مرکز و یه نقطه مماثل. آقا جان میگه که آقا مرکز چیه؟ مثلا هست یک و دو. خب میگه بیاید، بیاید مساحت دایره رو حساب کنید. اینم چیه؟ مثلا دو ایکس به علاوه ایگرگ منهای مساوی یک. میگه بیاید مساحت دایره رو حساب کنید. چی دادی به ما؟ میگی مساحت حساب کن، نقطه مرکز رو دادی با این خطه رو دادی، چه ربطی داره؟ مساحت دایره برابر با پی آر دو. نپرسیدم، گفتم خودم بنویسم سنگین تره. مساحت دایره میشه پی آر دو. خب حالا من چی میخوام اینجا؟ شعاع میخوام. شعاع چجوری به دست میاد بابا؟ شعاع اینجوری به دست میاد، یعنی نکته چیه؟ نکته اینه که، نکته اینه که شعاع همیشه بر خط مماس بر دایره عموده. شعاع بر خط مماس بر دایره عموده. پس من میتونم فاصله نقطه از خط رو به دست بیارم. فاصله این نقطه از این خط رو به دست بیارید، محبت کنید. 9/5 پی. بقیه هم به دست بیارم. اینجا هم یه دونه تجربی 93 براتون گذاشتم، شیک و مجلسی بعدش حل کنید. جواب، جواب. چی شد؟ 9/5 پی احتمالا مریمه، درسته؟ صبر، برگاه رو جمع کردن پاسخنامه رو، آخه بردن تموم شد رفت. یه نفر داوطلب شه با هم حل کنیم. فاطمه داوطلب، میهمان داوطلب. میهمان کیه؟ صدا، صدا، هر کدومتون تونستی صدا رو بس کنید. صدا، آها صدای فاطمه رو دارم. صدا میاد؟ آره صدای شما رو دارم. خب مریم شما نتونستی میکروفونت رو بس کنی، احتمالا برای شما هم مشکل تنظیمات اینترنت رو داری. خب
من قد میکنم فعلا، شما تنظیمات درست کن. خب بگو بینم، بگو بینم کجا رو اشتباه کردی مرچ تو بگیرم، بگو. استاد اول اینکه بیان اون معادله یکو میاد سمت خط معادله که بوده منفی. شانس آوردی. میشه 2x به علاوه y منهای 1 مساوی 0. خب احسنت، آفر. بعد حالا اینجا میاد اون بالا به جای a اون دو میذاریم، به جای x هم مختصات اون نقطه 1 رو میذاریم. چه توی یکی دو تا. بعد y‌مون هم اینجا به اضافه y‌مون هم ضریبش 1ه، توی نقطه همون هم 2 میشه 1 دفتر 2 منهای یکه. بله که میشه سه، صورت هم میشه سه به روی، بگو آخر سم این میسیمش. آها بعد پایینم دو به توان دو ضریب ایکس به توان دو میشه. بله به علاوه ضریب ایگرگ هم یک به توان دو میشه یک، میشه رادیکال پنج. خب بالا این پایین شد رادیکال پنج، بالا هم میشه دو به علاوه دو منهای یک یعنی سه. حالا ما این شعاع دایرمونه، بعد میان به توان دو میرسه زده کیو میخواییم، به توان دو برسه صورت میشه نو، مخرج هم از رادیکال نفر میشه پنج، میشه نو پنجم پی. مرسی. برابر با نو پنجم پی، کاملا درسته. مرسی، آفرین. همه متوجه شدن؟ بله، این فاطمه بود. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوب بچه ها محبت کنید. اول من یه سوال پرسم، هر کسی به من الان به کلاس و میزان یادگیریش از 1 تا 10 یه نمره بده، من ببینم چه خبر اینجا. خب بهار کمرنگ بودی، بهار قاسمی کمرنگ بودی. مهمان کدوم مهمان؟ مهمان مریم یا مهمان چیز؟ زینب ده، خودم رو کشتم کلاس بذارید. مهمان فاطمه، آها. خب مریم، تو مریم کم متوجه شدی؟ کجا رو کم متوجه شدی؟ مریم کجا رو مشکل داری؟ اون اول اول که معادله که مجموعه بود، مجموعه شیب و عرض از مبدأ. خب اوکی، خیلی خوب. یه لحظه گوش کن من بهت چی میگم. بچه ها یه لحظه شیشتونگ، ما کلاسمون خب فقط در واقع توی این 1 ساعت و نیمه در هفته نیست. ما با بچه ها در طی هفته در ارتباطیم. خب گروه تشکیل میدیم و توی گروه بچه ها سوال میپرسن و جواب و ترمیم حل میکنیم با هم دیگه. نمیخواد تست بزنی تو. خب بیا بزنش. خب بزن لهش کن. خب ببین گوش کن. خب حالا خدا رو شکر انشالله، البته امیدوارم که تعداد نفراتتون بره بالا و کلاس پا برجا بمونه. بهار ما نیت کردیم که کلاس رو داشته باشیم، انشالله شما هم راضی باشید و بتونید خوب مباحث رو یاد بگیرید و اینکه به دوستانتون هم خبر بدید که حتما تو کلاس بیان که ظرفیتمون به اون حد نصاب حداقل برسه. خب اما یه نکته بهتون بگم، همه بچه ها نه پرد نکن خودتو. ببین همه بچه ها محبت میکنن. اولا اینکه کسایی که میخوان تو کلاس حتما حضور داشته باشن با آموزشگاه تماس بگیرن، خب اعلام کنن که ما گروه رو تشکیل بدیم، گروه رو تو تلگرام تشکیل میدیم، اونجا با هم دیگه پرسش پاسخ داریم. ما از همین امروز و فردا شروع میکنیم به تست زدن. بچه ها الان ما کلاس دیگه که داریم
کلاس دیگه ای که داریم اون کلاس بچه ها تقریبا فکر میکنم حلوش تا الان حداقل فکر میکنم 300-400 تا تست باید زده باشن فکر میکنم. خب چون تست زیاد ما میذاریم سوال زیاد حل میکنیم، برنامه‌مون اینه که تا پایان سال شما حداقل 3-4000 تا تست حل کرده باشید. خب کتابی که ما میگیریم فاطمه یادم نیست جوابش کدوم گزینه است، فکر کنم 80 میشه آره. خب گوش کنید، بیایید داخل گروه اینجور چیزا رو دیگه با هم دیگه همه رو هماهنگ میکنیم. من داخل گروه هر روز تکلیف بهتون میگم، تکلیف انجام میدید و با هم دیگه پیش میریم. بچه ها دیگه دوتا نکته مهم، خواهشی که دارم اگر قصد دارید توی این کلاس ثبت نام کنید، خواهشی که ازتون دارم، خواهش میکنم با کلاس پیش بیاد و به هیچ وجه من رو جلو عقب نمونید. کاری که بهتون میگم و انجام بدید، بقیهش نتیجهش رو بسپارید به خدا و اینکه تلاش خودتون قطعا نتیجه خواهد داد. خب انشالله ما تلاشمون رو میکنیم، بقیهش هم دیگه توکل به خدا، انشالله نتیجه میده. خب و این نتیجه خیلی خوبی هم خواهید گرفت اگر کاری که بهت میگم انجام بدی. یعنی اگر بهت گفتم روزی 5 تا 10 تا 15 تا تست بزن، 20 تا تست بزن، البته یواش یواش تا یه مرور زمانی گفتم تست بزن، بهونه نیاری که آقا نمیشه، خستم، فلان، اینا، هر چقدر که من دارم بهت میگم این کارو انجام بده، همش به خاطر خودته. اوکیه؟ سوالی نیستش؟ راجع به کتاب و اینا هم بهتون میگم که چی کار کنید، چه کتابی بگیرید یا با همونی که دارید پیش برید یا نه. سوال؟ خیلی خوب. این شماره رو هم میذارید آقای؟ نیست، کجاست؟ من جلسه آینده انشالله. بچه ها اوکی، حالا شماره آموزشگاه هم که از هر کس داره که داره، هر کس هم نداره میتونه زنگ بزنه هماهنگ کنه. و خواهشان دیگه ادامه بحثمون بمونه داخل گروه که انشالله با هم دیگه پیش میریم. موفق و مؤید باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.